که موارد بیشتر گفتگو میکنیم با سیام سلای، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع. سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای پسلی، آنچنان که در سیومین نشست کارشناسان افغانستان و پاکستان روی مشکلات ترانزیتی و بازرگانی و تنش‌های سیاسی بیشتر گفتگو صورت گرفته، چقدر مشکلات ترانزیتی ما فعلا با پاکستان پابرجا هسته؟ چون آنچنان که بخش خصوصی ما چند پیش هیئت به پاکستان رفته و در مورد تزریق‌نامه‌های قرنطینه و بعضی از مسائل دیگر گفتگو کردن، تا اندازه مشکلات حل شد. هنوز هم چقدر از مشکلات ترانزیتی دیگر فرای بازرگانی افغانستان و پاکستان وجود داره؟ تشکر. سلام بر شما و به همه بیندان عزیز. قسمی که در جریان هستن، در این اواخر رابطه تجارتی و ترانزیتی ما با پاکستان بسیار کم شده بود و آهسته آهسته از 3 میلیارد دلار به 700 میلیون دلار رسیده بود. فعلا کشور پاکستان با حکومت افغانستان یک جا کار میکنن با تفاهم زمینی رسیدن که باید روابط بین دو کشور خوبتر شود و فضای اعتماد بین اعضای سکتور خصوصی کشور بالای حکومت همچنان بیشتر شود. به می دلیل ما بعضی نشست های داشتیم که در پاکستان صورت گرفت و مشکلاتی را که قبلا پاکستان بر ما ایجاد کرده بود و در گذشته ایجاد می کرد، کوشش شد که چنین مشکلات دوباره تکرار نشود. مثلا در سالهای گذشته پاکستان بارها بندر سپین بولدک و تورخم را مسدود می کرد برای ما که با میلیون ها دلار خساره به سکتور خصوصی افغانستان وارد می شد، ولی در این اواخر دیده می شود که کشور پاکستان بعضی پالیسی ها و پلان های تشویقی را در نظر گرفتن تا اعتماد سکتور خصوصی افغانستان را دوباره کسب کنه و روابط تجارتی و ترانزیتی ما با پاکستان خوبتر شود. ولی در این اواخر خوشبختانه قسمی که در گذشته مشکلات ایجاد میکردن مشکلات ایجاد نکردن، روابط ما با پاکستان در حالت عادی قرار دارد، هم در بخش ترانزیت، هم در بخش تجارت و هم در بخش سرمایه‌گذاری های مشترک. فعلا اساساً سرمایه‌گذاری های مشترک ما و تجارت ما در حالت افزایش قرار دارد و اگر چنین رفت آمد ها بیشتر شود، تعهداتی که از طرف اردو حکومت صورت میگیرد برای کاغذ بیاورن و جنبه عملی داشته باشن. اکنون سیاست را که پاکستان روی دست گرفته که به گونه بسیار نرم با حکومت افغانستان برخورد میکنه، شاید بخاطر ازی باشه که ما بتونیم حداقل یک کم میزان تجارت خود به کشور افزایش بدیم. شاید در آینده باز هم اونم مشکلاتی که ما چند سال قبل داشتیم یا سال گذشته داشتیم، اونم مشکلات دوباره پاکستان فرای ما به میان بیاره. فکر نمیکنین که چنین موضوع میدونه باشه؟ ما فکر میکنم که حکومت فعلی در مراودات سیاسی خود، در سیاست خارجی خود و در مذاکرات خود نسبت به حکومت های گذشته کرده بیشتر فعال هستند و خوبتر می درخشند. اگر اوضاع همین قسم جریان داشته باشد، راه های مختلف برای ما باز باشد، رابط ما با پاکستان با ثبات‌تر باشد، پاکستان هم وادار به این می شود که با افغانستان رابط خوبتری داشته باشد. فعلا خوشبختانه افغانستان در موقف قرار دارد که هم از طریق دهلیزهای هوایی و هم توسط راه آهن ما با کشورهای مختلف وصل شدیم، انتقالات داریم و تولیدات ما، محصولات زراعتی ما نه تنها در پاکستان بلکه در هندوستان، کشورهای عربی، کشورهای اروپایی، آسیای مرکزی و کشورهای آمریکایی مارکتی بسیار خوب دارد. ما میتونیم که انتقالات داشته باشیم. در کل ما قبلا تنها متکی بر پاکستان بودیم و یگانه مارکت مناسب برای اموال ما پاکستان بود و ما هم یگانه مارکت به پاکستان بودیم که اکثر اموال خود به افغانستان صادر میکردن، ولی فعلا از او وضعیت ما بیرون برآمدیم. اکثر واردات ما فعلا از ایران، قزاقستان، کشورهای آسیای مرکزی صورت میگیرد. قبلا ما با ازبکستان مشکلات بسیار جدی داشتیم، نمیتونستیم که از این موقعیت استفاده کنیم، ولی فعلا ما از موقعیت ازبکستان استفاده میکنیم، انتقالات داریم. ما با ترکمنستان رابطه بسیار خوب داریم، توسط راه آهن وصل شدیم. این موضوعاتی هست که سبب میشه
تا در آینده پاکستان در سیاست‌های خود تغییرات بیارد و نرمش نشان بدهد و با ما رابط خوبتری داشته باشد. فلهذا ما شخصا خوشبین هستم که در آینده ممکن رابط ما با پاکستان اگر همین قسم رفتامات وجود داشته باشد خوبتر خواهد شد. در حال حاضر حجم تجارتی افغانستان پاکستان به چقدر است؟ چون در سالهای گذشته ما شاهد بودیم که بسیار زیاد کاهش پیدا کرده بود. فعلا چگونه است؟ فعلا تقریبا در این اواخر دیده میشه که یک اندازه دوباره رابط ما در حالت افزایش قرار دارد. میتونم بگم که نزدیک به یک میلیارد دلار میرسد، ولی سال مکمل نشده، باید سروه ها و تحقیقات مکمل شود. ما گزارش سالانه را نشر میکنیم، باز در آخر سال معلوم میشه که حجم تجارت ما با پاکستان چقدر هست. ولی در سالهای گذشته حجم تجارت ما تقریبا به 700 میلیون دلار کاهش پیدا کرده بود. آقای پسلایب، آل که روابط افغانستان و پاکستان آنچنان که شما میگینید که نسبتا خوبتر شده نسبت به سالهای گذشته، چرا روی ابتا باید صحبت صورت نگیرد؟ چون از چند سال بدین سو ابتا به سرنوشت مانده، نشست ابتکا قرار بود که برگزار شود و اما سرنوشتش معلوم نیست که چه زمان برگزار خواهد شد. پیشنهاد مشخص شما بر حکومت افغانستان چی است که در این قسمت هم اینا حداقل اقدام بکنند تا این نشست برگزار شود و ما بتونیم تعدیلات را که در ابتا میخواهیم دو بیاید؟ نشست که دیروز و امروز برگزار شد، هدف همین نشست همین بود که ما در مورد حل مشکلات ترانزیتی، تجارتی و سرمایه‌گذاری های مشترک بحث داشته باشیم. یک موضوع، موضوع ترانزیتی و تجارتی ما بود که موضوع ابتا را تشکیل می دهد. ابتا بر افغانستان هم مهم است و به پاکستان هم مهم است. ولی به شرط به افغانستان مهم است که تمام مواد یک جانبه نباشد و منافع افغانستان هم در نظر گرفته شود. و در قدم دوم وقتی توسط حکومت پاکستان تطبیق می شود یک جانبه باید نباشه، چیزی را که ما تطبیق می کنیم پاکستان هم تطبیق کنه، کدام امتیازات را که ما در نظر می گیریم پاکستان هم باید در نظر بگیرد. و برای تجدید نظر ابتا ما ضرورت داریم که نشست های ابتکا رو دوباره آغاز کنیم تا در نشست های ابتکا ما بتانیم در مورد ابتا صحبت کنیم و در مورد آینده ابتا بعضی نظریاتی که اتاق تجارت صنایع افغانستان داره و حکومت داره و بعضی تعدیلاتی که ما میخواییم باید آورده شوه و بعدا مورد اجرا باشد. عمدترین تعدیلات که شما میخواین که در ابتا به میان آورده شوه چی هستن؟ خب موضوع تخصصی است. ما چندین موارد را مشخص کردیم که باید تغییرات بیاد. در کل دیده می شود که امید تفاهم نما و قرارداد یک جانبه هست، بیشتر به نفع پاکستان هست. یک بود قضیه هست که باید تغییرات بیاید. اکثر مواد امی توافق نامه باید تغییر شود، کلمات و الفاظ باید تغییر شود، بعضی الفاظ و کلمات باید تعریف شود که در کجا چی معنا دارد، که اکثر اوقات دیده میشد پاکستان به نفع خود تفسیر میکرد که دوباره اون تکرار نشود. موضوع اسکن اموال بود که در تفاهم نامه و قرارداد یک رقم آمده ولی در تطبیق دیگه چیز میشد. هم در خود توافق نامه ما پیشنهادات داشتیم و هم در تطبیق همین تفاهم نامه که باید مشکلات نباشه و به گونه عادلانه باید تطبیق گردد، سوء استفاده صورت نگیرد. شما با مقام های وزارت تجارت حکومت افغانستان گفتگو کردین که چه زمان اینا نشست ابتکا را برگزار خواهد کردن؟ چون پاکستان خواستار ازی شده بود که نشست باید برگزار شود. بدون شک، ولی ای مستقیما ارتباط به رابط سیاسی بین دو کشور دارد. ما فکر میکنم تا کنون حکومت افغانستان آماده نبود و نمیخواست، چون بعض مشکلات سیاسی داشتند. اگر مشکلات سیاسی حل گردد ممکن که هر چیز زودتر همین نشست برگزار خواست شد. توقع ما این است که باید با اساس اصول و مقررات بین المللی مشخصا سازمان جهانی تجارت هم پیش بریم. تشکر، سپاس از وقتتان در برنامه. زنده باشیم. We'll be right back.